سلام دوستان، امیدوارم که خوب باشین. با ویدیو دیگری در خدمتتون هستم. امروز قراره راجع به فورگانگس پاسیو با هم صحبت کنیم. فورگانگس پاسیو، جمله های مجهول. میدونم که خیلیاتون با این مدل جمله ها مشکل دارین، برای همین گفتم یه ویدیو براش درست کنم. قبل از اینکه شروع کنم این رو هم بگم، ما کلن دو مدل پاسیو داریم، یکی فورگانگس پاسیو، یکی زوستانس پاسیو، که تو این ویدیو فقط راجع به فورگانگس پاسیو صحبت میکنیم. اگر دوست داشتین میتونم یه ویدیو دیگه هم برای زوستانس پاسیو براتون بذارم. همونطور که میدونید یه سری جمله داریم، اونا اکتیو هستن. اکتیو یعنی چی؟ یعنی یه فاعلی داریم، یه شخصی رو داریم که یه کاری رو انجام میده. مثلا ich koche tee، من چای درست میکنم. ich، من مهمم که دارم چای درست میکنم. اون شخصی که داره درست میکنه تو این جمله مهمه و مطرحه. در جمله های پاسیو اینکه چه کسی داره یه کاری رو انجام میده مهم نیست، اون کاری که داره انجام میشه مهمه. یا اینکه نمیدونیم چه کسی قراره اون کار رو انجام بده، یا اینکه اصلا برامون مهم نیستش که بیانش کنیم، پس اون کار، اون اتفاقی که داره میفته، اونه که مهمه. در این جور جمله ها پاسیو استفاده میکنیم. براتون چند تا مثال دارم. مثال اول: Der Mann liefert die Pakete. Der Mann liefert die Pakete. آن مرد پاکت ها رو تحویل میده. میاد میرسونه به صاحبش، تحویل میده. پس Der Mann، اینجا مهمه که اون مرد داره پاکت ها رو برامون میاره. این جمله جمله اکتیومونه. اون شخصی که داره اون کار رو انجام میده مهمه. حالا پاسیوش چه شکلیه؟ وقتی که بخوایم همین جمله که گفتم رو پاسیوش کنیم چه اتفاقی میفته؟ تو جمله اکتیومون دی پاکته اکوزاتیو بود، اکوزاتیو اوبیکتمون بود، و این اکوزاتیو اوبیکت میاد اول جمله پاسیومون. گفتم اون کاری که قرار انجام بشه مهمه. چه کاری داشت انجام میشد؟ لیفن کردن پاکت ها. بنابراین اون مردی که داره قرار لیفن بکنه، قرار تحویل بده، مهم نیست، بلکه اون پاکت ها هستن که مهمن. پس پاکت ها میان اول جمله، میگیم دی پاکته. و حالا چه اتفاقی با فعلمون میفته؟ فعل لیفن که فعل اصلیمونه. برای ساختن فورگانگس پاسیو در حالت پرزنت، در حالت حال، نیاز داریم به فعل کمکی werden که باید صرفش کنیم و در جایگاه آخر جملمون پارتیسیپ دو فعل اصلیمون قرار میگیره. این رو هم بگم، توی جمله اکتیومون اکوزاتیو اوبیکتمون وقتی که میاد تو جمله پاسیومون نومیناتیو میشه. براتون چند تا مثال دیگه هم دارم که تو اونها نشون داده میشه که با اون اکوزاتیو اوبیکتمون چه اتفاقی میفته. اینجا چون آرتیکلش دی هست و پلورال هست، خب تو اکوزاتیو و تو نومیناتیو یه شکل برای همین مشخص نیست. حالا بریم سراغ جملمون. گفتیم اکتیوش هست Der Mann liefert die Pakete. Der Mann liefert die Pakete. جمله اکتیومونه. در حالت پاسیو دی پاکته میاد اول جملمون. دی پاکته، گفتم نیاز به ویادن داریم که باید صرف بشه. اینجا داشتیم دی پاکیت یعنی آنها، یعنی بعد ویادن برای آنها صرف بشه که همون ویادن میمونه. پس میگیم دی پاکیت ویادن. و فعل اصلیمون که گفتم پارتیسیپ دوش، اینجا فعل اصلیمون لیفن بود، پارتیسیپ دوش هست گلیفت، بنابراین میگیم دی پاکیت ویادن گلیفت. یعنی چی؟ پاکت ها تحویل داده می شوند. چه کسی اونها رو تحویل میده؟ آیا آقای شمیتس یا یه خانم مایه هست؟ مهم نیست. مهم اینه که پاکت ها تحویل داده می شن. یه کار دیگه هم تو جمله های پاسیومون میتونیم بکنیم، اونم اولش بگم که تو ذهنتون داشته باشید. چون که براتون چند تا مثال دیگه هم دارم و پاسیو رو قراره توی زمان های مختلف ببینیم. برای تو جمله پاسیو گفتم که اون کسی که یه کاری رو انجام میده مهم نیست، ولی اگر دوست داشته باشیم بیانش بکنیم، یعنی که بگیم توسط چه کسی، میتونیم این کار رو بکنیم. به کمک
دو تا حروف اضافه، یکیش هست فان، یکیش هست دوش. فان رو استفاده میکنیم برای آدم ها، برای افراد، برای شخص، و دوش رو برای اشیا. مثلا اگر بگیم پنجره توسط باد بسته شد، یا اینکه برای شرکت ها، مثلا دوش دی فیرما ایکس ایپسیلون. پس دوش و فان. برگردیم به جمله خودمون با پاکت ها. اینجا چجوری میتونیم اون آقا رو داخل جمله پاسیومون بیاریمش؟ میتونیم بگیم دی پاکت ویادن. حالا اینجا میتونیم اون شخص رو بیاریم داخل جملهمون اگر دوست داشته باشیم که بگیم چه کسی، توسط چه کسی. دی پاکت ویادن فان دیم من گلیفت. دی پاکت ویادن فان دیم من گلیفت. پاکت ها توسط آن مرد تحویل داده می شوند. سریع بریم سراغ یه مثال دیگه. مثال بعدی در حالت اکتیو. Der Taxifahrer holt dich am Flughafen ab. Der Taxifahrer holt dich am Flughafen ab. یعنی اون راننده تاکسی تو رو دم فرودگاه ور می داره، میاد دنبالت دم فرودگاه. توی جمله اکتیومون باز مهم بود چه کسی میاد دنبالش، چه کسی تو رو میاد ور میداره دم فرودگاه. اون راننده تاکسی میاد دنبالت. تو جمله پاسیو دیگه برامون مهم نیستش که قراره کی بیاد دنبالت، این فقط مهمه که یه کسی میاد دنبال تو، قراره تو از فرودگاه یکی بیاد دنبالت. چطوری میگیم این جمله رو؟ پاسیو رو میتونیم به این شکل درست کنیم. گفتیم دیش، این دیش اکوزاتیو اوبیکتمون بود، تو را. پس این باید بیاد اول جملمون، اول جمله پاسیومون در حالت نومیناتیو. اینجا نمیگیم دیش، میگیم دو. دو ویست ام فلوکافن ابگهولت. ویدن رو صرف کردیم برای دو، گفتیم دو ویست ام فلوکافن، که همونجوری میمونه abgeholt. abgeholt پارتیسیپ دو فعل اصلیمون فعل abholen هست. پس تو دم فرودگاه برداشته میشی. درسته این؟ نمیدونم فارسیش دقیقا چی میشه، اگر میشه برام تو کامنت ها بنویسین اگر درستشو میدونین. یا در واقع یه کسی دنبالت میاد، حالا اون کس چه کسی هست مهم نیست، مطرح نشده. البته گفتم اگر بخوایم اینفورماسیونی که میخوایم با جملمون بدیم کامل باشه، میتونیم اون راننده تاکسی رو هم داخل جملمون بیاریم. دو ویست فام تاکسی فاقا ام فلوکافن ابگهولت. یه مثال دیگه. زی اسن دین کوخن. زی اسن دین کوخن. آنها آن کیک را میخورند. و تو جمله اکتیومون دین کوخن اکوزاتیو اوبیکتمون بود، که این در جمله پاسیومون همونجور که گفتم باید حالت نومیناتیو به خودش بگیره. دین کوخن میشه در کوخن. بعد بگیم در کوخن ویرد گگسن. در کوخن ویرد گگسن یعنی آن کیک خورده میشود. چه کسی آن کیک رو میخوره مهم نیست. البته اینجا هم میتونستیم بگیم Der Kuchen wird von ihnen gegessen. آن کیک توسط آنها خورده میشود. Der Kuchen wird von ihnen gegessen. چون که von اومده، von همیشه داتیف سازه، نمیتونیم بگیم von sie. این sie رو باید داتیفش کنیم، بنابراین باید بگیم von ihnen. خب دوستان، این جمله های من بودن، سه تا جمله اکتیو و پاسیوش در حالت پرزنس، در حالت حال. پس برای ساختن فورگانگس پاسیو برای حال، برای زمان حال، نیاز داریم به فعل ویردن که در جایگاه دوم جمله قرار میگیره، صرف میشه و در جایگاه دوم جمله قرار میگیره و در جایگاه آخر جملمون پارتیسیپ دو فعل اصلیمون میاد. بریم سراغ
جمله های زمان گذشته. میتونیم هم پرفکت بسازیم پاسیومون رو، هم در حالت پرتریتوم بسازیم پاسیومون رو. ببینیم چه شکلی میشه. شروع میکنیم با پرتریتوم برای همون سه تا جمله‌ای که الان داشتیم. Der Mann liefert die Pakete. حالا پرتریتوم. جمله اکتیومون در حالت پرتریتوم میشه Der Mann liefert die Pakete. Der Mann liefert die Pakete. یعنی آن مرد پاکت ها رو تحویل داد. و در حالت پاسیو باید با فعل werden چی کار کنیم؟ میگم بهتون. باز هم نیاز داریم به فعل werden، ولی این دفعه تو حالت پرتریتوم خودش. werden همونجوری که میدونین پرتریتومش هست wurde. بنابراین به این فعل نیاز داریم که باید صرفش کنیم در جایگاه دوم و جایگاه آخر جملمون مثل همون حالت حال پارتیسیپ دو فعل اصلیمون. فقط اینجا چیزی که تغییر میکنه پس فعل werden مونه که اون هم باید پرتریتوم باشه در جمله های پاسیو پرتریتوم. پس اکتیو پرتریتوم Der Mann liefert die Pakete. و پاسیو در حالت پرتریتوم گفتم هیچیش تغییر نمیکنه، فقط werdene که باید ورده بشه. بنابراین باید بگیم Die Pakete wurden، صرفش میکنیم برای آنها، wurden geliefert. Die Pakete wurden geliefert. یعنی پاکت ها تحویل داده شدند. گذشته ساده جملمون. جمله بعدیمون بود اگه یادتون باشه با اون راننده تاکسیه. Der Taxifahrer holt dich am Flughafen ab. اکتیومون بود در حالت حال. اینو بخوایم پرتریتومش بکنیم باید بگیم Der Taxifahrer holte dich am Flughafen ab. Der Taxifahrer holte dich am Flughafen ab. پرتریتوم جمله اکتیومونه. و حالا اگر بخوایم این رو پرتریتوم بکنیم در پاسیو، باز هم همون جمله پاسیوی که در پرزنس داشتیم، در حالت حال داشتیم و همونجوری میتونیم استفاده کنیم، فقط با این فرق که فعل werden باید بشه wurde. پس باید بگیم Du wurdest. Wurde صرف شد برای du، برای تو. Du wurdest am Flughafen abgeholt. Du wurdest am Flughafen abgeholt. حالت گذشته ساده جملمون. اگر اینجا هم بخوایم بگیم توسط چه کسی، میتونیم بگیم Du wurdest vom Taxifahrer am Flughafen abgeholt. خب برمیگردیم به جمله‌ای که راجب کیک خوردن بود. اگه یادتون باشه بود Sie essen den Kuchen. آنها آن کیک رو میخورن. این جمله اکتیومون در حالت پرزنس بود، در حالت حال، زمان حال. حالا اگر بخوایم این رو در حالت پرتریتوم بگیم Sie essen den Kuchen. Sie essen den Kuchen. و حالا همین پرتریتوممون Sie essen den Kuchen aktiv بود، بخوایم این رو پاسیو کنیم میگیم Der Kuchen wurde gegessen. باز هم wurde و پارتیسیپ دو در جایگاه آخر. Der Kuchen wurde gegessen. اگر اینجا هم بخوایم بگیم توسط چه کسی، میتونیم بگیم Der Kuchen wurde von ihnen gegessen. آن کیک توسط آنها خورده شده است. پس برای ساختن پرتریتوم در پاسیو نیاز داریم به فعل wurde، پرتریتوم werden، به علاوه پارتیسیپ دو فعل اصلیمون. ساختار جمله دقیقا مثل همون حالت حال هست، زمان حال هست، با این فرق که به جای werden از wurde باید استفاده کنیم. به همین سادگی. میرسیم به پرفکت. برای ساختن پرفکت در پاسیو این خورده سخت‌تره. نیاز داریم به سه فعل. همیشه زین، همیشه فعل کمکی زین، به علاوه پارتیسیپ دو فعل اصلیمون، به علاوه همیشه فعل وردن. زین به علاوه پارتیسیپ دو
به علاوه وادن. یه خورده سختره ولی چند تا تمرین دارم، چند تا مثال دارم، میبینید که شدنیه. جمله اولمون بود دیامن، لیفت، دیپاکیت، زمان حال و اکتیف. این جمله اکتیومون رو اگر بخوایم پرفکتش کنیم میگیم دیامن هات دیپاکیت گلیفت. دیامن هات دیپاکیت گلیفت. حالا این رو میخوایم پاسیوش کنیم. باز هم دیپاکیت میاد اول جملمون و بعدش گفتم همیشه فعل کمکی زین در جایگاه دوم بعد بیاد اینجا و صرف بشه. ببینیم که این جمله رو در حالت پاسیو پرفکتش رو چجوری میتونیم بسازیم. باز هم مثل جمله‌ای که تا حالا داشتیم در پاسیو باید دیپاکیت بیاد اول جملمون. دیپاکیت در جایگاه دوم فعلمون میاد، فعل کمکیمون که گفتم همیشه فعل کمکیمون برای این جور جمله ها زین هست. اینو بعد صرفش کنیم دیپاکیت آنها، بنابراین بعد بگیم دیپاکیت زیند. و بعد پارتیسیپ دو فعل اصلیمون که همون گلیفت هست مثل جمله قبلی، دیپاکیت زیند گلیفت. و در آخر همیشه وردن، دیپاکیت زیند گلیفت وردن. الان یه نکته به ذهنم رسید که گفتم سریع اینجا بگمش. البته احتمالاً خودتون این نکته رو میدونین چون وقتی دارین پاسیو رو میخونین حتما این رو قبلش یاد گرفتین، ولی یادتون باشه که این جمله‌ای که ما داریم الان میگیم هیچ کدومشون جمله‌های سوالی نیستن. اگر همین جمله پاکت سوالی می بود باید فعل کمکیمون میرفت جایگاه اول جمله قرار میگرفت، یعنی اون موقع دیگه دی پاکت نمیمادن اول جمله، اون موقع باید زیند میرفت اول جمله. زیند دی پاکت گلیفت وادن. و اگر کلمه سوالی می داشتیم مثلا وقوم، برای چه؟ وقوم زندی پاکیت گلیفت وادن. بریم سراغ جمله بعدیمون که بود تاکسی فقط، در تاکسی فقط. جمله اکتیومون بود در حالت زمان حال در تاکسی فقط هولد دیش اپ. برای پرفکت همین جمله اکتیومون میشه در تاکسی فقط هات دیش ام فلوکافن ابگهولد. و این رو اگر بخوایم پاسیوش کنیم باید بگیم دو، باز هم دو میاد اول جملمون، گفتیم فعل کمکیمون اینجا هستش زین، بنابراین دو بیست صرفش کردیم، زین رو صرفش کردیم برای دو. دو بیست ام فلوکهافن ابگهولد وردن. باز پارتیسیپ دو و در آخر فعل وردن. جمله بعدیمون جمله کیکمون، زی اسن دن کوخن. در حالت پرفکت میشه زی هابن دن کوخن گگسن. اکتیو پرفکت زی هابن دن کوخن گگسن. و این رو بخوایم پاسیو کنیم باز هم دن کوخن میشه در کوخن اول جمله. در کوخن ایست، باز زین صرف شد برای او. در کوخن ایست گگسن وردن. گگسن پارتیسیپ دوی فعل اسن و وردن هم که همیشه آخر جمله باید بیاد. حالا براتون دو تا زمان دیگر رو دارم. زمان آینده، تا حالا گذشته رو نگاه کردیم چه شکلیه، میرسیم به آینده فوتور یک. در فوتور یک چجوری جمله هامون تغییر میکنن؟ همون جمله اولیمون در من لیفت دی پاکیته. این جملمونو که اکتیو و پرزنس هست بخوایم بکنیمش اکتیو و فوتور یک، باید بگیم در من ویاد دی پاکیت لیفن. برای ساختن جمله های زمان آینده همونطور که میدونید بعد از فعل کمکی ویادن در جایگاه دوم و در جایگاه آخر جملمون از فعل اصلیمون در حالت مصدری استفاده کنیم. پس معنی جملمون چی شد؟ در من وید دی پاکیت لیفن، یعنی آن مرد پاکت ها رو تحویل خواهد داد. این جمله رو میتونیم به پاسیو بگیم. برای این جمله ها نیاز داریم به فعل ویدن در جایگاه دوم صرف میشه و در جایگاه آخر جملمون فعل
اصلیمون در حالت پارتیسیپ دو و فعل ویردن در حالت مصدر قرار میگیره. چجوری هست؟ بهتون نشون میدم الان. جملمون چه شکلی میشه؟ باز هم باید دی پاکت بیاد اول جملمون، مثل همه جمله های پاسیو دیگمون. میگیم دی پاکت، گفتم در جایگاه دوم فعل ویردن صرف میشه، دی پاکت ویردن آنها، بنابراین ویردن صرف شدهش همون ویردنه. دی پاکت ویردن گلیفت ویردن، گفتم پارتیسیپ دو فعل اصلیمون و بعدش فعل ویردن در حالت مصدر. دی پاکت ویردن گلیفت ویردن به معنی آن پاکت ها تحویل داده خواهند شد. جمله بعدیمون بود همون راننده تاکسیه. Der Taxifahrer holt dich am Flughafen ab. فوتور یکش میشه Der Taxifahrer wird dich am Flughafen abholen. Der Taxifahrer wird dich am Flughafen abholen. باز هم مثل جمله های دیگه‌مون اگر بخوایم این رو پسیوش بکنیم، دیش میشه دو میاد اول جمله، میگیم دو. گفتم در جایگاه دوم فعل ویردن رو باید صرف کنیم. خب ویردن برای دو میشه ویست، دو ویست. ام فلوگهافن ابگهولت ویردن، ابگهولت پارتیسیپ دو فعل اصلیمون، ویردن هم همیشه در حالت مصدر آخر جمله میاد. دو ویست ام فلوگهافن ابگهولت ویردن. اگر باز هم اینجا بخوایم بگیم توسط چه کسی، میگیم Du wirst vom Taxifahrer am Flughafen abgeholt werden. میرسیم به جمله کیکمون. Sie essen den Kuchen. بخوایم فوتور یکش بکنیم، میگیم Sie werden den Kuchen essen. و اگر بخوایم پاسیوش بکنیم در حالت فوتور یک، میگیم Der Kuchen. بازم Der Kuchen میاد اول جملمون، نومیناتیو. Der Kuchen wird، werden صرف شد برای der Kuchen wird gegessen werden. gegessen پارتیسیپ دو فعل اصلیمون و werden هم که همیشه باید بره جایگاه آخر. der Kuchen wird gegessen werden. و اگر بخوایم بگیم توسط چه کسی، میگیم der Kuchen wird von ihnen gegessen werden. الان دارم فکر میکنم فوتور دو رو هم بگم یا نه، ولی میگم اگر دیگه دیدین خیلی داره زیاد میشه استوپش کنید، بقیهش رو نگاه نکنید، یا اینکه دیرتر نگاه کنید. این رو هم تو همین ویدیو فکر کنم بذارم، بد نباشه که همه تو یه ویدیو باشن. فوتور دو دقیقا چی هست دیگه تو این ویدیو نمیرسم توضیح بدم، ولی میتونیم جمله های پاسیومون رو در حالت فوتور دو هم بگیم که اون رو الان بهتون میگم به چه شکله. همون جمله اولمون، آقایی که قرار بود پاکت ها رو تحویل بده، بخوایم اون جملمون رو فوتور دو بسازیم براش در حالت اکتیوش، میگیم Der Mann wird die Pakete geliefert haben. Der Mann wird die Pakete geliefert haben. برای ساختن فوتور دو همونطور که میدونید نیاز داریم به فعل werden که صرف میشه در جایگاه دوم، در دوتا جایگاه آخر جملمون پارتیسیپ دو فعل اصلیمون رو نیاز داریم، به علاوه در آخر جمله فعل کمکی haben یا اینکه sein به حالت مصدر. گفتیم Der Mann wird die Pakete geliefert haben. aktiv فوتور دو بودین. این جمله رو اگر بخوایم پاسیو بکنیم باید چی کار بکنیم؟ اینجا میگیم Die Pakete werden geliefert worden sein. پس چی شد؟ Die Pakete، باز هم همون پاکت میاد اول جملمون، werden geliefert worden sein. werden میاد جایگاه دوم، صرف میشه در جایگاه آخر جملمون، اول پارتیسیپ دو فعل اصلیمون، بعد همیشه worden و همیشه sein.
Die Pakete werden geliefert worden sein. Werden صرف شده جایگاه دوم. پارتیسیپ دو فعل اصلیمون جایگاه آخر. بعدش worden. بعدش sein. سه تا فعل میره جایگاه آخر. میرسیم به تاکسی فاقا. بخوایم اون جملمون رو فوتور دوش بکنیم میگیم Der Taxifahrer wird dich am Flughafen abgeholt haben. Der Taxifahrer wird dich am Flughafen abgeholt haben. اگر این جمله رو بخوایم پاسیف کنیم چجوری میگیم؟ گفتم werden صرف شده جایگاه دوم، سه تا فعل جایگاه آخر. باز هم اینجا تاکسی فاقا مهم نیست. دیش میشه دو میاد جایگاه اول. دو ویست گفتم ویدن صرف شده. دو ویست ام فلوگهافن ابگهولت وردن زین. دو ویست ام فلوگهافن ابگهولت وردن زین. ابگهولت پارتیسیپ دوی فعل ابهولن. وردن همیشه. زین همیشه. اگر بخوایم بگیم توسط چه کسی میگیم دو ویست فوم تاکسی فاقا ام فلوگهافن ابگهولت وردن زین. جمله آخر کیک. زی اسن دن کوخن میشه زی وردن دن کوخن گگسن هابن. زی وردن دن کوخن گگسن هابن. حالا این جمله رو بخوایم پاسیوش بکنیم میگیم Der Kuchen wird gegessen worden sein. Der Kuchen wird gegessen worden sein. بخواییم بگیم توسط چه کسی میگیم Der Kuchen wird von Ihnen gegessen worden sein. این رو هم بگم شما در زبان آلمانی هیچ وقت به این قسمت از گراماتیک نیاز ندارید. اگر دوست دارین ولی میتونید یادش بگیرین. خیلی به نظرم خیلی شیرینه، خیلی مثل ریاضی میمونه. دوستان ویدیوی امروزمون تموم شد. اگر جایی براتون سوال پیش اومد بپرسین. فوتور دو رو گفتم تو این ویدیو نمیتونم توضیح بدم. اگر براتون جای سوالی داره براتون یه ویدیو سوا میسازم براش. البته که توی یه ویدیو دیگه کوتاه توضیح دادم که براتون لینکش رو این بالا میذارم. امیدوارم که این ویدیو هم کمکتون بکنه و تا ویدیوی دیگه خدا نگهدارتون باشه.